سلام دوستان، الان میخوام براتون مبحث کرنش برشی و کرنش حرارتی رو توضیح بدم. ببینید مهندسای عزیز، کرنش برشی به چه صورتی هست؟ اگر من یک عضوی به این صورت داشته باشم، که این محور X باشه و این محور Y باشه، فرض میکنم که یک کرنشی به این صورت، یک تنش برشی به این صورت به این عضو من وارد میشه. این توی x y هست. یعنی چی؟ یعنی این که این تنش برشی هستش که عمود بر محور x هست و در راستای محور y، یعنی این عمود رو نشون میده، این هم در راستای محور x. پس این هست، این هم توی x y هست، این چیه؟ توی y x و این هم توی y x. حالا اگر ما این رو، این جسم رو تحت تنش قرار بدم، تحت تنش برشی قرار بدم، به چه صورت میشه؟ این به این حالت تغییر زاویه میده، درسته؟ یعنی به چه صورتی میشه؟ یعنی میشه به این صورت میشه، یعنی جسم من با همون عضلایی که داشتم، با همون عضلایی که داشتم یه حرکت به این صورت داره، یعنی تغییر شکل میده. عضلا من اندازه‌اش ثابته اما تغییر شکل داده. حالا ما میخوایم چجوری بین رابطه بین کرنش برشی و تنش برشی رو به دست بیاریم؟ ببینید اگر من این رو گامای ایکس ایگر بنامم، تنش برشی من توی ایکس ایگر مساوی میشه با گامای ایکس ایگر در جی. جی چی هست؟ مدول برشی، که عبارت از جی مساوی است با ای به روی دو یکی به علاوه نو ضریب پواسون. همیشه یادتون باشه که چون تقسیم بر دو ضرب در یک به علاوه یه عددی بزرگتر از یک هست در مخرج، ای تقسیم بر این عدد جی ما همیشه کوچکتر از مدول الاستیسیتمون هست، یعنی مدول برشیمون. پس توی سوالات کنکور دقت کنید که وقتی این رو مطرح میکنه، به راحتی شما میتونید جی و ای رو از هم تشخیص بدید. این رابطه اصلی هست که بین تنش برشی و کرنش برشی، گامای ما کرنش برشی هست، برقرار هست. پس تو مساوی است با گاما جی، تغییر زاویه در مدول برشی. این خیلی رابطه مهمی هست، باید یاد بگیرید. و اینکه در زوایای دیگه ما اگر بخوایم حساب بکنیم، چون و اینکه میدونیم توی ایکس ایگرگ و توی ایگرگ ایکس با هم برابره. چرا؟ چون گشتاوری که از این ایجاد میکنه با این باید خونسا بشه. حالا در فصل‌های بعدی با
به این مبحث به صورت مفصل میپردازیم. بنابراین اگه ما بخوایم به صورت کلی مدول برشی رو، کرنش برشی رو صحبت بکنیم، به این صورت هست: توی ایکس ایگرگ مساوی است با گامای ایکس ایگرگ ضرب درجه توی ایکس زد مساوی است با گامای ایکس زد درجه توی ایگرگ زد مساوی است با گامای ایگرگ زد در جی. خب این از در رابطه با کرنش های برشی. باید بهتون بگم که چیزی که در جسم ما تغییر طول ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که نیرویی که من به تنشی که به جسمم وارد کنم و این جسم من کش بیاد، یا سطح مقطعش کاهش پیدا کنه، یا سطح مقطعش افزایش پیدا کنه، یا حجمش کاهش پیدا کنه، یا حجمش افزایش پیدا بکنه، این تنش های نرمال هستن. یعنی ببینید تنش نرمال در جهت X, Y و Z، اینها سیگمای X, سیگمای Y, سیگمای Z تنش های نرمال که عمود بر صفحه هستن، باعث چه چیزی میشن؟ اولی تغییر طول، تغییر سطح و تغییر حجم. و تغییر طول و سطح و حجم ما ربطی به تنش های برشی ما نداره. تنها تنش های برشی فقط تغییر شکل برای ما به وجود میارن. نکته دیگه هم که خیلی مهمه و میخوام خدمتون بگم این هستش که سیگما، تنش ما به عوامل مختلفی بستگی داره: نیرو، جنس ماده، فرایند ساخت، فرایند ساخت که رابطه مستقیم داره با نو. و ابعاد هندسی مقطع، چون سیگما میشه نیرو تقسیم بر آب. واضح هستش که به نیرو بستگی داره، به آب بستگی داره، به جنس ماده بستگی داره که قوی باشه ضعیف باشه، و فرایند ساخت که رابطه با ضریب پواسون داره. خب در این قسمت تنش برشی رو براتون توضیح دادم، در قسمت بعدی کرنش های حرارتی رو میخوام براتون توضیح بدم.